جهات الإسلام والمسلمين تستغفر العالم التحديد الزهور بلد الله بالعظام إمام الزمان صلى الله عليه وسلم مرحمة حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحر محتسم لساني يفقهوا قولي بسم الله رب الشهداء والصديقين ناصر المظلومين وقاسم الجبارين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العاملون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ورتب للسحور ميدان ارضه ثم الصلاه والسلام على امين رحيه بشير رحمته ونعمته ونذير نعمته وعقوبته سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الهداة المهديين تصيما ناموس الداهر وبليك العاصر نصر جدد من الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والراوبين عنه والمستشهدين بين يديه آمين يا رب العالمين. ثم قال الحكيم في كتابه العظيم وفي مكرم فرقانه العظيم وقوله الحق إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون رحمة الله اللهم دوست داشتم از خدمت خطبات حاضر در مجلس بزرگوارانی که سالیان سال در بحث منبر و تبلیغ صاحب تفکر و مهارتن استفاده کنم. دوست عزیز ما صدیق از من فاضل بزرگوار حاجای جلیلی عزیز امر فرمودن ما هم این سال امر کردیم خدمتشون هم عرض کردیم که اگر از یک خطیب دولتی و مبلغ خوبی استفاده می کردید حقیق هم استفاده می کردم. خلاصه امشب سعی می کنیم عرض ارادتی کنیم خدمت مولا و آقای امام امیر مؤمنان علی علیه السلام. این ایام ایام امیر المؤمنین علی ابن علی ربیع ابن ابی طالب اصلا حدیر تعملی که می کردم مصداق اتم عابد الالله در شب بدر وجود مبارک امیر المؤمنین علی ربیع السلام است. با خودم تعمل می کردم که امشب در مورد فضائل اون حضرت چه بگویم. گرچه سخن گفتن فضائل آن حضرت فقط در حد عرض ارادت است و الا زبان امثال حقیر الکن است از این که گوشه‌ای و قطره‌ای از دریای بیکران عظمت مولا را بیان کند و یا به تصویر بکشد. در بین سخنان شخصیت‌های بزرگ تاریخ تأمل می‌کردم که بهترین کلام را
چه کسی در مورد امام علی در میان افراد غیر معصوم گفته است؟ به یاد سخن شیخ الرئیس بو علی سینا افتادم. دو تا کلام دارد ایشون که من خبر دارم، شاید هم بیشتر باشه. یکی شعر است، یکی یک کلامی که کلام نقدی است. کلامی که ایشون در مورد امام علی دارد و به بیان نظم است و شعر به این صورت است: تا قاتل عشق در قدح ریخته‌اند و این در پس عشق عاشق انگیخته‌اند، با جان و روان بو علی مهر علی چون شیر و شکر به هم درآمیخته‌اند. این بیان شعری بو علی سینا نابغه فلسفه و حکمت، نابغه طب و نابغه علوم عقلی و علوم پزشکی و روانشناسی و امثال اینها. حتی در بحث عرفان من نمیدانستم که بو علی در بو علی سینا در بحث عرفان کاری کرده است. به این جهت در ترم قبل با بعضی از دوستان نمط نو و ده اشارات بو علی را بحث میکردیم، فهمیدم چقدر یه طولایی در بحث عرفان نظری دارد بو علی سینا. کلام دومی که بو علی سینا در مورد امام علی علیه السلام دارد مجلس هم تردیدی است، انشاءالله که برای عموم قابل استفاده باشد. بو علی سینا می فرماید: علی یون بین الناس کس معبور بین المحصول. علی در میان مردم، در میان دیگر مخلوقات، مانند معبول در میان محصول است. تأملی که در واژه معقول کنیم و تأملی که در واژه محسوس کنیم، فاصله امام را با دیگر مخلوقات به صورت روشن بیان می کند. اونجایی که شهریار شاعر زبردست ایرانی می گوید: نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم یا چه خانم شه ملک لاستارا. نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت، پایین تر خالق بالا تر هر چه مخلوق است. علی بین الناس کالمعقول بین المحسوس. ویژگی های محسوس چیست؟ ویژگی های محسوس فناپذیر است، در حالت تغییر است، محدود است در زمان و مکان، محدود است در جسم عنصری خودش، تدریجی است، زمان پذیر است. علم اگر دارد علمش اقتصادی است، اما معقول چیست؟ در محدوده زمان و مکان نیست، علمش اقتصادی نیست، از نظر قدرت و سعی وجودی در اوج قرار دارد. احتیاجی که هیچ مخلوقی غیر از خالق ندارد، به احتیاجی که هیچ مخلوقی ندارد. او یک وجود سراسر عقلی است. در قفس تنگ ماده و مادیات نمی گنجد. به وجود امام علی اگر نظر می‌افتنیم، هر کدام از جنبه‌های شخصیت امام علی رو که ملاحظه کنیم می‌بینیم در اون قرار دارد. وقتی امام علی علیه السلام را در میدان مبارزه تصور می‌کنیم و تاریخ مبارزات آن حضرت را می‌خوانیم و حقوق فرماندهی آن بزرگوار را مطالعه می کنیم، فرمانده دلیل و شدایی را می بینیم که با ریزترین تاکتیک های نظامی عصر خودش آشناست و دستورات او در مورد امور نظامی در او در محدودی زمان و مکان و عصر نیست. حتی برای کسانی که در این زمان می خواهند فرمان بدهی کنند، اون رو به نمونه است.
تصور می کنید تو گویی که این امام این فرد فقط در طول زندگیش جنگاوری کرده، مبارزه کرده، شجاعت مبارزاتی داشته، فرماندهی کرده و غیر این کار هیچ کاری بلد نیست و فقط رمز موفقیت او فرماندهی نظامی و مبارزات نظامی و شمشیر زنی همین مبارز طبیعی کستفی ناپذیر قرار بید برار را در نفس جامعه امازت میبینی انسان عابد مخلص خالص خالصاً لوجه الله را میبینی به تمام وجودش غرق در عالم ملکوت و فنارف الله است و اگر چیزی را در حال عبادتش از پایش در بیاورد متوجه نمیشود غرق در عبادت با معبود است. تصورت این است که عابدی شب زنده‌دار جز عبادت نمیدارد و فقط او عابد است و بس. همین عابد را شما در میدان سخنوری میبینید، ریزترین نکات سخنوری را به صورت رعایت می کند و ابداع می کند به سلامت همه سخنوران تاریخ بشریت است و نهج البلاغه قطره‌ای از دریای بیکران معارف بیانی امام علی علیه السلام است و همین خطیب واعظ سخنور توانا را در میدان بیان معارف عمیق اعلی عقلی و اعتقادی می‌بینید. استدلال‌های عقلی و فلسفی او را ملاحظه می‌کنید. تصور می‌کنید که حکیمی زبردست که جز حکمت و علوم عقلی چیز دیگری بلد نیست و تمام عمر خود را در بحث علوم عقلی سپری کرده و حفیظ به عنوان ریزخار خان الائمه معصومین به صورت بسیار اندک بعضی از ابتکارات و ابداعات امام را ملاحظه می کنند در علوم عقلی که سلامت اکثر براهین فلسفی و عقلی و ابداعی از جمله براهینی که امام علی دارد و می تواند رمز خداشناسی باشد. امام می فرماید عرفت الله به سفت العظائم و نحر الهمم. این برهان را نداریم در براهین فلسفی، در براهین روانشناسی هم نداریم. خدا را شناختم عرفت الله به سفت العظائم و نحر الهمم، به سفت عظیمت ها و تصمیم ها و نحر همت ها. وقتی انسان تصمیم میگیرد تمام شرایط را مهیا میکند، می خواهد این کار را خب درست انجام بدهد، ناگهان تحولی را خداوند به وجود می آورد، از همتها و تصمیمها فرق می شود و همتها اون چی که آرزوها هم از میان می رود و این نشان می دهد که در پس این تحولات دست حکیمی نهفته است و انسان خردمند آگاه حکیم الهی خدا را با فقط عظائم و نقض همت ها می شناسد و سایر براهینی که وجود دارد. همین حکیم فرزانه را شما در میدان پند و اندرز به دیگران می گذیدید وقتی که خطبه حمام را ملاحظه می کنید، وقتی که بیا وقتی که سیمای و آبدان را و سیمای بندگان مخلص را تصدیر می کند و اون فرد اصرار می کند که رمز خلوص و شرط تقویم تقویم پیشگان را بیان کن با بیانی بیان می کند، اول سعی می کند که او را از این سخن باز دارد، اما وقتی اصرار می کند به گونه ای بیان می کند که او تحمل خود را از دست می دهد و بیان نافذی دارد و انسان ملاحظه می کند که این فرد در بیان معارف الهی چقدر دقیق است و سرامد همه انسان ها. هر گوش از گوشه های حیات امام علی را که ملاحظه کنیم بالاتر از مخلوقات و پایین تر از خالق و این
محدود در یک رشته خاص نیست، محدود در یک علم خاص نیست، اطلاعات او محدود نیست، شخصیتش محدود نیست. اون بیانات امام علی را، سرگذشت امام علی را، دردهایی که امام علی القا فرموده، هر انسانی نگاه بکند و ملاحظه کند تحت تأثیر او قرار میگیرد. جزء در کتاب صوت العلی، صوت الاداره الانسانیه، در اونجا بیانی دارد، میگوید ای علی تو چه کسی هستی؟ اگر بگویم تو بالاتر از مسیحی، دینم به من اجازه نمیدهد. اگر بگویم مسیح بالاتر از تو، وجدانم به من اجازه نمیدهد. تو چیستی که تمام اندیشه اندیشوران عالم در مقابل عظمتت متحیر است و سرگردان؟ اگر ما به این بیان جورج جورجا تأمل بکنیم، اگر جورج جورجا یک فردی بود که مسیحی نبود و مسیح را هم می‌شناخت و امام علی علیه السلام را هم می‌شناخت، او دیگر پایبند این نبود که دینم اجازه نمی‌دهد. اگر مقایسه میکرد بین مسیح و امام علی علیه السلام، امام را بالاتر از مسیح و همه پیامبران میدانست. کما اینکه حدیث از پیامبر گرامی اسلام است، حالا مضمونش این صورت است که اگر میخواهید در آدم در علمش به موسی در مهارت و قدرتش، بنابراین در ابراهیم اخلاصش و به عیسی علیه السلام به زهدش و به تمام فضائل من پیامبر میلاد بکنید، چون این مضمون قریب به مضمون بیان میکنم، اگر میخواهید به طور خلاصه تمام عظمت و صفات حمیده انبیای الهی را به صورت کلی ملاحظه کنید، بلیان زور الى علیت معنی داره، باید نظر کند انسان به وجود امام علی ابن ابی طالب. علی و شیعته فائزون یوم القیامه. ما افتخار داریم که شیعه امام علی علیه السلام هستیم و امشب از شبهایی که مربوط به امام علی و منصور امام علی شهید این روح هاست. اون چیزی که در مورد امام علی علیه السلام می توانیم بگوییم که بحث معقول بودن امام علی در میان محسوسات آشکار می شود. محدود در سال زندگی و عصر زندگیش نیست، محدود در موضوع خاصی نیست، محدود در ملیت و دین و نژاد خاصی هم نیست، محدود در ملت و تدین خاصی هم نیست. هر جوان مردی که، هر آزاد مردی که امام علی را بشناسد، در مقابل او با تمام وجود تواضع و کرش می کند. و این چیزی که در زندگی امام همام ملاحظه می کنیم. پیامبر گرامی اسلام بیانات مختلفی در مورد امام علی علیه السلام دارد و اونجایی که می فرماید الحق مع علی و علی مع الحق، حق با علی و علی با حق است. هر طرف که علی باشد، حق به همون طرف است. بعضی ها شبه می کنند که از حق متغیر است. هر طرف که امام علی باشد، حق به همون طرف است، به همون جهت حق می جهد.
این توجیه عقلیش به این صورت است که حق ثابت است. شاید در ذهن بعضی از دوستان باشد، حق ثابت است، وجود امام علی هم ثابت است. امام علی جز حق مجسم چیزی است و حق هم با تمام حقیقتش اگر ملاحظه بکنیم، حقیقت مجسم حق را در وجود حق مجسم امام علی مشاهده میکنیم. و علی چیزی جز حق و حق چیزی جز علی نیست. میخواید حقیقت مطلق حق را ببینید، به امام علی ملاحظه کنید. جز حق در وجود علی چیزی وجود ندارد. هرچه هست حق و حقیقت است، در اندیشهش، در رفتارش، در گفتارش، در تمام حرکات و سکناتش، در دشمن شناسیش، در رفتار با دشمنش، در رفتار با مجرمان و کسانی که مخالف او هستند، او حق مجسم است. و اگر زندگی سیاسی امام علی علیه السلام را انسان ملاحظه کند، بسیاری از دستها وجود دارد که برای سیاستمداران امروز دست است. امشب از شبهای محتمل تدریگه است. خوب شد همه اون توفیق داشتیم، با هم گرده هم آمدیم، با زحمتی که خدید ارجمند حاضر بزرگوار مبلغ گرانقدر آقای جیری عزیز مجلسی فضا دیدن، یاد شد از مولا الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. ان شاء الله که خداوند بزرگ به همه ما و شما توفیق عنایت بفرماید که پیرو واقعی و شیعه واقعی امام علی علیه السلام باشیم. روزگار گذشتنی است و هدفهای گذر است. همین لحظات میمانند، همین اخلاصها، خلوصها و زحمتها در لوح محفوظ میمانند. این ایام رو باید فرد دارد، به نحو احسن استفاده کرد، برای همدیگر در این ایام دعا کنیم، برای همدیگر عاقبت بخیری بمانیم، دعا کنیم که خداوند تمام زحمتهای ما را خالصاً به وجه الله قرار بدهد و ما را توفیق عنایت کند از این لحظات باقی مانده و از این ایام باقی مانده ماه مبارک رمضان به نحو احسن استفاده کنیم. حقیر دعاگوی شما دوستان هستم، شما هم حقیر رو دعا کنیم، انبات همی دیگر رو دعا کنیم، برای همی دیگر دعا کنیم. مستقیب استجابت هست، شما برای ما دعا کنیم، ما برای شما دعا کنیم. اگر به شخصه یادتون نماندید، جز ملتمسین دعا همی دیگر رو قرار بدیم. حتما ملتمسین دعا رو دعا کنیم، حتما برای همگان عاقبت به خیری بخواهیم، عاقبت رو خدا ختم به خیر بکند. عرض ارادتی می کنیم خدمت امیر المؤمنین به صاحب مقدس و امام همام، عرض توسل می کنیم انشاءالله که خداوند به نحو احسن قبول بفرماید. السلام علیک یا ابا الحسن. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا تبع
وجهنا واستشفانا وتوسلنا بجاه النار وقدمناك بين يدي عذابنا يا وجيعا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيعا عند الله اشفع لنا عند الله در شب نوزدهم رمضان امام بر سر نماز صبح ایستاد نماز را با جمعیت اتمام کرد وقتی به سجده رفت آن ملعون فرق بخارج امام رو هدف گرفت ناگهان صدایی بلند شد خود تو رب الکعبه به خدای کعبه من رستگار شدم جمعیت دویدن امام را که غرقه در خون شده بود بلند کردن زیر بغل امام را گرفتن به سوی منزل بیاورم آقا بیانی دارد با اکام و منبری ها میگویند قریب به این مضمون زبان حالت دست من را رها کنید زیر بغل من را رها کنید میخواهم با پاهای خودم وارد خانه شدم آقا با پاهای خودش وارد خانه شد نمیخواد زینبش پدر را به این وضع ببیند زینب پدر را دید آقا را از دست نظر زینب با پاهای خود آمده اب زینب اون نگاه مظلومانه ای که اون نگاه مظلومانه داشت اون دلش میخواست پدرش استوار بدون کوچکترین نقصی بدون کوچکترین مریضی و خونی و زخمی بودنی باشه امام بمیرم آقا بعدش روز برون روز بستر میشد علیرغم اینکه زینب خیال میکرد که پدرش خوبه آقا جان فکر قلب زینب را کردی اما لا یوم که یوم که یا عبدالله لا یوم که یوم که یا عبدالله سکینه می گوید وقتی صدای الله اکبر حسین پدرم حسین نیامد امام زینب تحمل خود را از دست داد دیدم دست من را کرد بیتابت ای میدود ای به روی زمین میفتد فریاد یا ابا عبدالله سر میدود چه دیده دیده از شعر جای زنار صدر
زینبتان ملمدارد فریاد می زند یا رسول الله بگوید وقت رو به روی حرم شش گوشه ی آقایی دارید این گونه سلام بدهید السلام علی الشیب الحبیب السلام علی القد السلیب السلام علی أقدام الآلية في البلاد فنجعل ذهاب العاديات وتختلف إليها السباع الواريات الله لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا چشمان ما قابل ما را به جمال آمه را یا آقا و شمد و نفر بفرما پردگارا تمام زحمت هایی که در این ایام کشیده می شود قرآن خوانده می شود قرآن خوانده می شود روزگاری ها را کارهای خیرات و مددات را نظر و زورات را پردگارا به احسن بعد مقبول درگاهت بفرما این مجلس و این نظر را از آنی محترم صدیق ارجمند ما به نهر احسن مقبول درگاهت بفرما پردگارا ثواب از این محفل به روح امواج در گذشتگان اهل مجلس به خصوص بانی محرم آید و واصل بفرما پروردگارا حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما روح نور الموحدین علی علیه السلام را از ما شاد گفتن بفرما پروردگارا در دنیا از محبت اونها ما را زنده بدار در آخرت حشر ما را با آن بزرگواران یکجا بفرما پروردگارا مریض داران به حق این ایام و به حق شهید این ایام مریض داران را شفا عنایت بفرما فرض مفروضین را ادا بفرما ما رو نسبت به وظیفه دینی و اسلامی من آشناتر قرار بده توفیق عمل وظائف به ما عنایت بفرما پروردگارا گرفتاری ها و مشکلات مرضها و آنچه که ناملایمات هست از جوامع اسلامی و انسانی برطرف بفرما
پروردگارا امنیت و آرامش در سرزمین‌های اسلامی عنایت بفرما. پروردگارا مهاجرین افغانستان را صحیحاً و سالماً به منزل و سلطانشان به افغانستان عزیز برسان. امنیت قبل از آن امنیت سرتاسری در افغانستان برقرار بفرما. اون چه مهم است برای مهاجرین این است که وطنشان امنیت باشد، آرامش باشد. پروردگارا باز هم دعا می کنم امنیت واقعی در افغانستان برقرار بفرما. پروردگارا آن چه گفتیم نگفتیم تو دانای ما زمین، هر بنده حادث مخصوصی واقع دارد، آزاد مخصوص و مشروعی همگان را برآورده واقع بفرما. اللهم اغفرنا حوائجنا الشرعيه جزئيه وكليه ظاهريه وباطنيه دنيويه واخرويه بحق محمد وآله خير البريه. فطلب الى ارواح المؤمنين والمؤمنات صلاه الفاتحه مع الاخلاص والصلوات.